امروز می‌خواهیم از مرحوم سائی صحبت بکنیم. سائی کسی بود که در تاریخ به وجود آمد، در تاریخ قلم و قدم زد و در تاریخ پنهان شد، ولی یاد و کارهای او همواره در تاریخ باقی میمونه و باقی خواهد موند و برای آیندگان مردی است که ذهنش و ژرفای اندیشش میتونه سرمشقی باشه برای کسانی که در آینده در این کشور تلاش میکنن که کارهایی رو انجام بدن. خیلی ها معتقدن که تاریخ در حقیقت خیلی ارزش نداره و این شعر رو میخونن که تاریخ اگر که حس و وجدان میداشت، یا توبه و اعتبارش امکان میداشت، از نیک و بدان چرا به دامن میداشت، یک باره در آتش ندامت میریخت، از نیک و بدان چرا به دامن میداشت. در صورتی که تاریخ وجود یک ملته، تاریخ همواره سرمشق یک ملته. ما در تاریخ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مردانی به وجود آمدن که برای ما ارزش‌های زیادی آفریدن و ما از اونها سرمشق بگیریم. سائی در حقیقت کسی بود که چنین سابقه‌ای رو در کشور برای ما به جا گذاشت، عمق و ژرفای اندیشش به این صورت. برای مردی که هم در زمینه آموزش و در هم زمینه ایجاد رشته جنگل، رشته منابع طبیعی و هم در زمینه تشکیلات سازمان جنگل ها بسیار دخیل بوده، امروز ما مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم و لازم هستش که با توجه به چنین وضعیتی که هم در دو ارگان یا در دو جنبه داره تلاش میکنه، ببینیم که سابقه تاریخی و شرایطی رو که سائی در گذشته داشته به کجاها میرسه، در چه زمانی متولد شد و در این زمان شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران خودش چگونه بود. برمیگردیم یه مقداری به عقب تا برای روشن شدن ذهن سائی و کسانی که میخوان سائی رو بهتر بشناسن ببینن در چه شرایطی سائی کار کرد. دوران قاجاریه دوران تجددگرایی پادشاهان این سلسله بود. فتحعلی‌شاه به عنوان پادشاه قاجاریه تلاش میکنه که برای رتق و فتخ امور کشور 4 وزارتخانه به سبک اروپایی ایجاد بود. در همین زمان میرزا طهی‌خان امیرکبیر، اتابک اعظم، مردی که تاریخ همواره ایشون رو فراموش نمی‌کنه و کارهایی رو که امروز، دانشگاه‌هایی رو که ما امروز داریم، بنیانش رو این مرد در 1230 بنا می‌گذاره. افتتاح مدرسه دارالفنون در این تاریخ است و به دنبال اون مدارس متعددی در سطح کشور به وجود میاد. مدارس طب، مدارس نظامی، مدارس مختلف، از جمله مدرسه فلاحت مظفری. تعداد وزارتخانه ها از 4 به 6 به 9 و در زمان ناصرالدین شاه در 1250 وزارتخانه فلاحت، فواید عامه و تجارت به وجود میاد. از جمله وزارتخانه‌ها وزارت معارف هست. ایجاد چنین مدرسه‌ای یواش یواش باعث میشه مدارس، وقتی که وزارت معارف به وجود میاد، مدرسه فلاحت مظفری به وجود میاد. کشور ما در اون زمان وابسته به کشاورزی بود و دانش کشاورزی بسیار اندک و پایین بود و نیازمند این بود که ما بتوانیم در محیطی مثل مدرسه فلاحت مظفری دانشجوهامون، دانش آموزامون درس بخونن. به خاطر این در 1279، 10 سال قبل از این که مرحوم سائی به دنیا بیاد،
به تدبیر وزیر امور خارجه میرزا نصرالله خان مشیرالدوله این مدرسه در تهران در قریه چهاردانگه به وجود میاد. در این منطقه مدرسه ای ساخته میشه که اسمشو میذارن فلاحت مظفری، یعنی کشاورزی، فلاحت به معنی کشاورزی. و در اونجا فردی رو از بلژیک دعوت میکنن به نام مهندس داشر که در حقیقت اولین رئیس مدرسه فلاحتی ایران بود و در ادامه این کار تا 6 سال ادامه خدمت میده. در 1285 مصادف با تقریبا انقلاب مشروطیت این مرد در ایران بود و خدمات بسیار زیادی از نظر ترویج آموزش و کشاورزی انجام داد که آوازه این کارها و فعالیت‌ها در سراسر کشور پیچید، از جمله در استان خراسان که یک قطب کشاورزی بود. در 1285 وقتی که این تعطیل میشه، اولین کابینه در حقیقت مشروطیت تشکیل میشه و در اونجا وزارت فلاحت و فواید عامه که تشکیل میشه، فردی به نام مصطفی مهندس الممالک در حقیقت مسئولیت وزارت این وزارتخانه رو به عهده میگیره و در اون وزارتخانه اداره ای در این وزارتخانه به وجود میاد، اداره راه، شوسه و جنگل ها. و در 4 سال بعد از توپ توپ بستن مجلس در کابینه دوم همین فرد مهندس الممالک در حقیقت دوباره وزیر میشه و در اونجا در 1288 این وزارت فلاحت و فواید عامه در حقیقت ایشون وزیر میشه و اداره راه و شوسه و جنگل ها به وجود میاد. هنوز ادامه میده کارشو که یک سال بعد مرحوم سائی به دنیا میاد. بعد از این اتفاقات شما در 1296 شاهد این هستید که در وزارت فلاحت و فواید عامه در حقیقت فردی مسئولیت وزارت رو میگیره به نام میرزا حسن خان علا. ایشون فرد بسیار با تدبیری بوده. وزارت فلاحت و فواید عامه تقریبا به 3 قسمت تقسیم میشه. 2 اداره کل درش به وجود میاد، اداره کل فلاحت و اداره کل فواید عامه، که فواید عامه به راه و راه آهن و بقیه امور میپردازن، ولی اداره کل فلاحت 3 شعبه پیدا میکنه که یکی از این شعبه هاش شعبه جنگل هست. توجه در حقیقت دولت از 1285 که این وزارتخانه به وجود میاد چنین، برای وزارتخانه ما نیاز به نیروی کارآمد داریم و در اینجا این مرد به فکر این میفته که مدرسه ای رو بنا بکنه در تهران، در جنوب تهران تلاش میکنه و دنبال این بوده در اون شورای فلاحتی که هم مدرسه عالی فلاحت درست بکنه و هم مدرسه عملی فلاحت، که مدرسه عالی در تهران یا یکی از شهرهای اطراف باشه و مدرسه عملی رو در یکی از روستاها اجرا بکنه. به دلیل کمبود نیروی متخصص و معلم کشاورزی متاسفانه امکان تأسیس مدرسه عالی فراهم نمیشه، ولی مدرسه به وجود میارن به نام دبستان برزگران که این دبستان برزگران رو در کرج ایجاد میکنن در 1296. به مدت 1 سال بوده این مدرسه و جایی که الان ما قرار داریم این مدرسه به اینجا منتقل میشه و همونطوری که میبینید این مکانی که الان پشت سر من هست یک باغ سلیمانیه معروف بوده که میرزا حسین خان صدر اعظم اصفهانی برای داماد خودش که سلیمان میرزا پسر فتلی شاه بوده احداث میکنه و این باغ در اختیار مدرسه برزگران قرار میگیره و نهایت میشه مبدع در حقیقت دانشکده، یعنی اون مدارس مظفر فلاحت مظفری و مدرسه برزگران، این میشه
ابداع کننده یا به وجود زمینه های به وجود آمدن مدرسه عالی فلاحت رو به وجود میاره. مدرسه برزگران کرج در این محل در باغ سلیمانیه که عرض کردم متعلق به پسر فتحعلی شاه هست به وجود میاد، در اختیار گذاشته میشه. این باغ حدود 40 هکتار هست. این باغ در حقیقت محلی است برای در حقیقت زندگی سلیمان میرزا، یا باغ تفریحی بوده یا هر چی بوده، به هر حال در اختیار، خوشبختانه در اختیار کشاورزی مملکت گذاشته میشه. مدرسه در سال 1300 به تهران منتقل میشه و بعد وقتی که به تهران منتقل میشه از وزارت فلاحت و فواید عامه جدا میشه و به خالصجاد، وزارت خالصجاد در حقیقت میپیونده که در اونجا بعدن این مدرسه منحل میشه. بلافاصله در زمینهای امین‌الدوله در جنوب تهران مدرسه‌ای به وجود میاد به نام مدرسه در حقیقت ابتدایی فلاحتی. پس از انتقال مدرسه عالی فلاحت که در تهران تشکیل شد، بعد از مدرسه متوسطه فلاحتی و صنایع روستایی، میرزا محمود خان فاتح به کرج اومد. تمام اموال اون مدرسه به کرج منتقل شد و چنین ساختمانی رو بنا کردند و در اون زمان مهندسی در ایران بود، مهندس روسی به نام مارکوف، که این ساختمان ها رو طراحیش به وسیله این مرد بود و این ساختمان هم اکنون به عنوان ساختمان موزه کشاورزی ایران اختصاص داده شده، ولی اون موقع به عنوان مدرسه عالی فلاحت بود که در تعمیرات بعدی وقتی که سردر این رو الان نگاه بکنید نوشته دانشکده کشاورزی. در همین زمان مرحوم سائی سیکل خودش رو میگیره. مادری داشته که این مادرش بسیار به توانمندی های فرزندش واقفه و از هوش و ذکاوت فرزندش حیفش میاد که این ادامه تحصیل نده. ایشون رو راهی تهران میکنه که در مدرسه عالی فلاحت درس بخونه. در 1316 دوباره مجدداً تشکیلات جنگل ایجاد میشه، ولی به دست توانای فردی به نام استاد کریم سائی. استاد کریم سائی وقتی که در تهران میاد به سرعت، وقتی که در تهران بود مدرسه عالی فلاحت اسم‌نویسی میکنه، منحل میشه، میاد کرج. در کرج بهش میگن شما چون سیکل دارید نمیتونید اینجا درس بخونید، باید حتما دیپلم بگیرید. ایشون مدارج رو طی میکنه تا 1309 در خراسان دیپلم میگیره، به دلیلی که اون سال ملخ در کشور زیاد میشه. اداره کشاورزی دنبال این بوده که این ملخ‌ها رو نابود کنه. از دانش آموزان دیپلمه از این افراد استفاده میکرد و آقای سائی سعی میکنه که در این عملیات شرکت کنه. در همونجا دیپلمش میگیره، فوراً میاد در 1309 در مدرسه عالی فلاحت در پاییز همون سال اسم‌نویسی میکنه. خبردار میشه که در سال 1309 و 10 یک عده از دانشجویان فارغ التحصیلان دیپلمه رو اعزام میکنن به خارج. ایشون در این مدرسه، در این کنکور شرکت میکنه و به همراه آقای فرزانه و مهندس عطایی و چند نفر دیگه، آقای مهندس ریاهی، در حقیقت اینها اعزام میشن به کشور فرانسه. کنکوری میدن، ایشون کنکورش رو قبول میشه، از طریق بندر انزلی اعزام میشه در اونجا و ابتدا وارد مدرسه در شهر اورلان فرانسه میشه. تابستونا کار میکنه و سال بعد میره مونپلیه. دیپلم یا لیسه در حقیقت از لیسه در فرانسه یه دیپلمی میگیره تحت عنوان دیپلم کشاورزی. باز در اون زمان فرانسه سرآمد در حقیقت علوم دنیا رو داشت، بهترین دانشکده ها، بهترین انستیتوها. یه انستیتوی وجود داشت به نام انستیتو
ناسیونال آگرونومیک که در این مدرسه هر کسی رو نمیپذیرفتن. کنکور بسیار سختی داشت که مرحوم مهدوی که به عنوان در سالهای 1131 مهدوی اردبیلی میاد در دانشکده اینجا به عنوان استاد مشغول به کار میشه، رئیس دانشکده، میگه که ما آفرین گفتیم به سائی. از بین مجموع دانشجویانی که در اونجا بودن، دو نفر عرضم به حضورتون که وارد این انستیتو میشه که یکیش آقای فرزانه بود و یکیش آقای سائی. اینجا رو با موفقیت میگذرونه، لیسانسش رو میگیره، اغنا نمیشه، پا میذاره فراتر، میره به امریکا. از طریق راه دریا خودش رو به امریکا میرسونه، به دانشگاه برکلی، و در دانشگاه برکلی اونجا شروع میکنه به تحصیل کردن. منتها ایشون دست میذاره، میگه من میخوام برم رشته جنگل. رئیس دانشکده برکلی بهش میگه، رئیس دانشگاه برکلی میگه که شما مهندسی کشاورزی خوندید، شما برید در دانشگاه دیویس در همونجا درس بخونید، برای شما بهتره. ایشون میگه که من از کودکی فرصت پیدا نکردم که در این رشته درس بخونم، جایی هم نبوده و من میخوام در اینجا رشته آمار، اندازه‌گیری، علوم جنگل، جنگل شناسی و این علوم رو فرا بگیرم و پردا که رفتم در ایران میخوام مملکتم رو آباد بکنم. آفرین بر این پشتکار و آفرین بر این علاقمندی و آفرین بر این اراده آهنینی که این مرد داشت. بعد سال 1318 از دبیرستان شاپور اهواز فارغ التحصیل شدم و همون سال در دانشکده کشاورزی کرج که اون موقع ها به اسم مدرسه فلاحت بیشتر مشهور بود تا دانشکده کشاورزی، در اونجا مشغول تحصیل شدم و خوشبختانه موقعی بود که دانشکده کشاورزی کرج رو به شعبات مختلفی تقسیم کرده بودن، من جمله یکی از شعبه هاش شعبه جنگل بود و شعبه جنگل تحت مدیریت مرحوم سائی اداری می شد و بنده داوطلب شعبه جنگل شدم. از اینجاست من یکی از فارغ التحصیل های اول جنگلبانی ایران هستم تحت نظر مرحوم سائی. سائی بعد از اینکه تحصیلات ابتدایی و متوسطه و اینا رو گذرون، دانشکده کشاورزی را تموم کرد و جزء چهارمین دسته ای که به خارج اعزام شدن، سائی هم رفت. البته این در زمان رضا شاه بود که اینا می رفتن، ولی ابتکار عمل مال خود رضا شاه نبود. عباس میرزا پسر فتحعلی شاه در جنگ با روسا که چند بار شکست خورد که قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان و اینا یادگار اون دوران، فهمید که واقعا ایران باید تکون بخوره و به جلو بره. به همین جهت هم عده‌ای رو فرستاد خارج. اونا اولین گروهی بودن که رفته بودن. برای سائی در سال 1310 رفت به فرانسه و دو سال در انستیتوی اگرونومی که فرانسه درس خوند و دیپلمش رو دست داد. بعد رفت آمریکا. در آمریکا هم یه مدت گذرون و بالاخره ام اس گرفت در جنگل، در رشته جنگلبانی و آمد ایران. به ایران که جنگل یه دایره کوچیکی بود تو اداره زراعت. سائی دو تا هم کارمند داشت. سائی همین دایره رو گرفت و بزرگ کرد، بزرگ کرد تا سال 1329 که بنگاه جنگل ها رو درست کرد. باید به حق هم به اسم شما به عنوان بنیانگذار سازمان جنگل های ایران ثبت بشه. ولی در زمینه علم جنگل
آقایون دیگه بودن که در هم دوره ایشون بودن ولی در اون زمینه فعالیت علمی اونا بیشتر بوده. چون ایشون به عنوان مسئول جنگلبانی ایران، اجرایی جنگلبانی ایران، هم مقامشون در جاهای دیگه بود. به متاسفانه در یکی از همین ماموریت‌هایی که برای رسیدگی برای رتافت امور در سفر بود، سانحه هوایی اتفاق میفته، ایشون فوت میکنن. مرحوم سایی تا سال 1316 تقریبا دوران تحصیلش ادامه پیدا کرد. در سال 1316 به ایران برگشت و وضع جنگل ها و منابع طبیعی وضعی بود که دولت توجهی اصلا به این منابع نداشت و اطلاع نداشت اینا چه ارزشی برای مملکت دارن. در اون موقع یک عده از تجار روسی بودن که به مدت مقدار محدودی از محصولات جنگل های ایران رو می خریدن. یکی از اونها چوب شمشاد بود برای ماسوره کاخرجات نخلیسی و پارچه بافی. یکی از اونها گره های درخت ها بود که درخت ها نقش های مختلفی داشتن و اینا رو نجاری میکردن برای تخت نرد، شطرنج، چوب سیگار و از این چیزا. و یکی دیگه، یکی از بهترین بلوط های میتونم بگم دنیا، بلوطی بود به اسم کاستانی فولیا در جنگل های ما که متاسفانه از بین رفت، ولی از بین بردن این بلوطی رو و روسا این چوب این بلوط رو میگرفتن و ازش تخت بشکه درست میکردن برای مشروبات بخصوص الکلی. اینها چیزهایی بود که از جنگل های ایران میبردن و یه مقدار جزئی پول به گمرک میدادن. یواش یواش دولت متوجه شد که این گمرک هم میتونه عایدات بیشتری داشته باشه و آمد در وزارت کشاورزی یه شعبه کوچیکی به اسم دایره جنگلبانی برقرار کرد و کریم سایی که تازه از آمریکا برگشته بود با درجه MS شد رئیس دایره جنگلبانی در وزارت کشاورزی که بعد آمد سراغ ما. ما جز شاگردای خوب سایی بودیم. عقب اینا میگن شاگرداش هم میشنم. آمد به من گفت که جای تو اینجا نیست، باش بریم جنگل. یکی از کارهایی که در دوره دانشکده هیچ وقت من یادم نمیره و همیشه دلم میسوزه این بود که سایی این کتاب جنگل شناسیش رو فرم به فرم که چاپ میکرد، هر یه فرمش که میآورد بحث میکرد، بعد میداد به من. من اینا رو جمع کردم به عنوان یه یادگاری خیلی عزیزی. متاسفانه یه موقع سواک ریخت خونه ما و همه چی رو برد. من جمله اینا که این اصلا نه سیاسی بود، نه حزبی بود، نه چیزی. هر کاری هم کردیم، ندادن که ندادن. اینقدر من دلم سوخت، برای اینکه واقعا یادگاری خیلی عزیزی بود از سایی. آقای مهندس سایی رو که پایه‌گذار علم جنگلداری علمی در ایران هستند، در واقع باید نابغه جنگل شناسی دانست. ایشون در سال 1312 از سوی مجله علمی تخصصی رو و دوبوی فرانسه به عنوان یکی از چهره‌های شاخص علمی جنگل در دنیا شناخته شده. آقای مهندسایی در 1321 نشریه شمه‌ای درباره جنگل‌های ایران را منتشر کردند. 4 سال بعد با توجه به تخصص علمی ایشون و البته علاقه به جنگل‌های ایران، برای نخستین بار مساحت جنگل‌های ایران رو به دست آوردند. در سال 1327 به عنوان یک خلأ علمی ایشون دست به کار شدند و کتاب جنگل شناسی رو برای نخستین بار در ایران تألیف نمودند.
در سال 1328 خبرنامه بنگاه جنگل ها رو منتشر کردند و یک سال بعد جلد دوم کتاب جنگل شناسی رو منتشر کرد. ایشون نه فقط روی علم جنگ، روی جنگل، بلکه به دنبال اون فکری بود که امروزه ما هستیم. منابع طبیعی کشور، جنگل، آب، خاک، خواهیشون جنگل و آب رو اون دوره خوندن که ما در نسل بعدی ایشون در زمینه جنگل درس خوندیم ولی جنگل و آب و منابع طبیعی رو نمیخوندیم. و من اولین بار سال 1347 مدیریت منابع، سیاست مدیریت منابع طبیعی رو خوندم. قبل از من کسی در این زمین دکترا نگرفت، بعدم در زمین موتیزیست هم از همینجور قبل این کار کسی نکرد، ولی اولین کسی که در این زمینه قدم برداشت که فکر منابع طبیعی باشه نه فقط جنگل، مرحوم کریم سایی بودش. کریم سایی از هزار میتونم بگم از 1316 تا 1300 تا دی ماه 1331 در تمام این مدت مدارج مختلف جنگلبانی ده عنوان رئیس دایده، رئیس اداره، رئیس بنگاه، همطور تمام امور جنگلبانی ایران رو اداره میکرد با کمال علاقه، فوق العاده علاقه داشت. تصویرنامه های زیادی به نفع سازمان، به نفع جنگل از مجلس گذراند و زحمات فوق العاده زیادی کشید. بخصوص سازمان جنگلبانی هیچی نداشت و برای آموزش جنگلبانی همطور که عرض کردم کلاس دو شد که منم در اون کلاس استوسی کرده بودم و خیلی زحمت بکشید برای اینکه بتونه یک کادر آموزشی مرتبی برای سازمان جنگلبانی فراهم بکنه. سایی علاوه بر اینکه حالا سازمان جنگلبانی رو درست کرد و بنگاه جنگل ها و اینا، کتابی که نوشته به نام جنگل شناسی هنوز هم ارزش داره. یعنی واقعا کسانی که در رشته جنگل کار میکنن کتاب سایی هنوز براشون یک کتاب مرجعه. در سازمان جنگلبانی هم اساساً اصطلاحاتی که درست شد، مثلا جنگلبان، سرجنگلبان، جنگلدار، سرجنگلدار، اینا همه از واقعا ابداعات سایی بود. سایی بود که این لغت ها رو بشه. سایی ادبیاتش هم خیلی خیلی خوب بود، ولی از نظر علمی آدمی بودش که برای اون زمان اطلاعات بسیار وسیع در علوم جنگل و منابع داشتش و می شود او را مانند بزرگان قرون وسطای ایران دهه 11-12 میلادی بحرالعلوم در زمینه منابع طبیعی محیط‌زیست اون روز نامید، چون واقعا اطلاعات بسیار وسیع داشتن در جایی که خب بقیه آقایون از کشورها دیگه می اومدن و فقط جنگل خونده بودن، اطلاعاتشون کم نبود، برای اون زمان کم نبود و برای دوره ما خیلی کم بود، ولی فقط مهندسینی بودن که در زمینه ما جنگل کار کرده بودن. ایشون صاحب حرف بودن، صاحب سخن بودن در زمینه جنگل و زمینه آب. روی این است این اهمیت خاصی داره که ما یه همچین فردی رو اون روزگار داشتیم که پایه‌گذار سازمان جنگل‌های ایران شد. در اون موقع اواخر جنگ بین‌المللی گذشته، آمریکایی‌ها هم برای نفوذ خودشون هم برای بست منافعشون کمک هایی میکردن. من جمله یکی کمک مارشال بود به اروپا کمک میکردن، یکی هم کمک بود به اداره به اسم اصل چهار ترومن که ترومنز پر فورش گفتن. اصل چهار ترومن برای سایر کشورها کمک فنی، کمک کارشناسی و کمک مادی میکردن به کشورهایی که در جنگ
صدمه دیدن. از جمله یک شعبه این در ایران برقرار بود و سایی فوق‌العاده با این شعبه همکاری میکرد و کمک اینها تونست چند تا منالستان جنگلبانی در ورامین، در کرج، در حتی عراق برپا کنه. یه مقدار زیادی کارهای آموزشی انجام داد که یکی از بزرگترین کارهای آموزشیش تشکیل یک پروژه مشترک بود از سازمان جنگلبانی، وزارت کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه اون موقع، سازمان فاو و سازمان پوانفور برای تشکیل یک مدرسه که به فرم رنجر اداره بشه که پایه آموزشگاه عالی جنگل مرسه بود. آقای مهندس سایی در سال 1332 رشته جنگل رو در دانشکده کشاورزی کرج بنیانگذاری کردند و یک پایه‌گذاری بزرگ علمی رو در این خصوص انجام دادند. متعاقب اون آزمایشگاه جنگل و چوبشناسی رو در دانشکده کشاورزی جنگل تأسیس نمودن. به عبارت دیگه آقای مهندس سایی در حوزه جنگل خدمات علمی کاربردی رو به جامعه دانشگاهی، محققین و کارشناسان ارائه فرمودن. بیشتر اوقات این وزرایی که تعیین میکردن، این وزرا ممکنه صلاحیت نداشتن از لحاظ علمی، از لحاظ دانش، از لحاظ سابقه. و مثلا متاسفانه وزارت کشاورزی هم یک موقعی وزیرش که مالک همدانی بود که فقط تنها چیزی که داشت بود که یه مقدار زیادی زمین داره، یه مقدار زیادی گندم کاشته در هوا داد. توی از کشاورزی هیچ چی نمیدونست. بلحال اسمش شادم رفته این شد وزیر کشاورزی. این وزیر کشاورزی دستوراتی میداد که برخلاف بین سایی و برخلاف تصویب نامه هایی که برای حفاظت جنگل و منابع طبیعی گذشته بود، برخلاف اون بود. بلکه حقیقتا اطلاعی از کشاورزی نداشت. بر اون سایی ابتدا یک کمی باش سازش کرد، ولی بعد دید ادامه داره این کار و صدمه کلی از طرف این مرد سازمان جنگلبانی میخوره. از این جهت باش شروع کرد به مخالفت کردن. بعد از که مخالفت کرد مرحوم سایی با این، اون آدم هم مرحوم سایی را از سازمان جنگلبانی اخراج کرد، از وزارت کشاورزی اخراج کرد، به طوری که حتی حقوق و مزایا و هیچ چیزی به مرحوم سایی پرداخت نمی کردن. و مرحوم سایی که بعد پاک و درستی بود برای که بتونه زندگی و خانوادهش رو اداره بکنه، رفت به شیراز و در اونجا با کمال استقبال اون به عنوان یکی از استادها، استاد دانشگاه پهلوی در شیراز استخدام کردن و بنابراین بین شیراز و بین تهران آماده شد میکرد. هرچی مرحوم دوارچی رفیق نزدیک سایی بود بهش اصرار میکرد که آقا بذار ما یه وکیل درجه یک مبارزی گیر بیاریم که بیاد از تو دفاع کنه. گفت نه، من خودم دفاع میکنم. روزی که رفت دادگاه قاضی بهش گفته بود که آقای سایی قانونی که تو خودت برای جنگل نوشتی دست و پای خودت رو گرفت و طبق همین قانون تو الان محکومی. گفت خب حالا که رأی نهایی که صادر نشده. گفت نه، ولی خب ظواهر پرونده طوری درست شده که تو محکوم میشی. سایی میگه که خیلی خب ممکنه اصلا کسی که بیماری سل رو در واقع پیدا کرد با سیل کخ، ممکنه خود او هم مسلول رو بشه. بنابراین خیلی عجیب نیست که یه همچین پرونده ایست.
بعد وقتی موقع بازجویی میشه از اون وقتا مثل حالا نبود که از قبل رأی صادر بشه برای اشخاص متهم. واقعا پرونده ها رو نگاه میکردن، ملاحظه میکردن. وقتی که ملاحظه کردن دیدن یه ماده ای توی همین قانونی که سایی نوشته هست که این قانون فقط در جاهایی در اجرا میشه، در استانهای اجرا میشه که قبلا اعلام بشه و در استان تهران اعلام نشده بود، چون واقعا جنگل در شمال بود دیگه و غرب ایران. قاضی همینجور موند، پاشد رفت میشه دادستان، گفت آقا یه همچی وضعی، گفت خب اگه اینطوره که در قانون در استان تهران اجرا نباید بشه و جرم اتفاق افتاده، پس تبرئه‌اش کنید. که سایی تبرئه شد و دوستانش خیلی خوشحال شدن از اینکه سایی دیگه به این بدنامی گرفتار نشد. ولی گفتم که واقعا وقتی مرد همه فهمیدن که سایی یک شایی پول که نداره چی، یه مقداری بدهی و قرض و اینا داره. ساید هم و غم جنگل بود، شدیداً علاقه داشت به جنگل و جنگل بانی و همه زحمتاش رو ساید در راه جنگل کشید. تقریباً از 1316 تا 1331 ساید شاید در حدود 10 یا 12 تا تصویبنامه های مختلف گذارد در مجلس و مقررات فراوانی برای قطع درخت. افراد نمیتونستن راحت آسوده برن در قطع کنن، باید پروانه بگیرن، درخت باید علامت گذاری بشه. خیلی خیلی کار کرد برای جنگلبانی ایران. یعنی تقریبا جنگلبانی ایران پدر حقیقی سایی است. سایی خیلی زیاد علاقه داشت که بین تهران و کرج در دو طرف جاده قدیم درکاری بشه. خیلی علاقه داشت. یه پیشبینی داهیانه دیگرش این بود که تهران در آینده چندین میلیون جمعیت خواهد داشت و این شهر پر جمعیت حتما تعداد ماشین هم زیاد خواهد شد و یه شهری با این عظمت، با این بزرگی، با این جمعیت زیاد احتیاج به ریه داره. ریه تنفسی هر شهری هم جنگل. تمام اراضی عباس آباد، یعنی از خیابون دکتر بهشتی امروز که اون وقتا میگفتن عباس آباد به بالا تپه ماهور بود. سایی سازمان وسیعی را انداخت که شروع کنن به جنگل کاری. درختی هم که پیدا کرده بود عرعر بود. درخت عرعر خیلی سازگار با خشکی و خشکسالی، به طوری که اگر اون جنگل ایجاد میشد خیلی کمک بود برای تهران. اما بلافاصله چند سالی که نگذشته بود بزرگان دست انداختن روی اراضی و یه مقداری ارتش، یه مقداری هم بزرگ خیابون وزرا از توی همین جنگل سایی در اومد. آخرش منتهی شد به اون چاله ای که امروز پارک سایی اسمش گذاشته. و در یکی از این آمدشدها در تاریخ 4 دی ماه 1331 هواپیماش سقوط کرد و اونم میشه گفت شهید شد. یکی از رفقای ما گفت که شبی که سایی فردا میخواد پرواز کنه ما گفتیم که آقای سایی بیا و قید هواپیما رو بزن. رضا شاه هم میگفت که من هیچ وقت
تو هواپیما نشینم با اتومبیل. سایی گفت ببین من آمار خوندم، آمار می‌شستم، تلفاتی که به اصطلاح حمل و نقل هوایی داره بذاری کنار، حمل و نقل جاده‌ای را هم درارین مقایسه کنیم. حمل و نقل جاده‌ای اقلن سه برابر که تلفات داره هوایی. به همین جهت من چون اعتقاد به آمار دارم با هواپیما میرم، که خب تصادفاً اونطوری شد. هواپیماش تا تهران اومده بود، بعد همینجا تهران خورد به یکی از این کوههای اطراف. آمد اینجا مه خیلی غلیظی فرودگاه مهرآباد رو گرفته بود و میگوید یه آقایی بوده به اسم زنجانچی، این خلبان هواپیما بود. به زنجانچی بگن که تو نمیتونی فرود بیای، برو اصفهان. این نمیره اصفهان. بگه نه، من بیام در دوشاد تپه، اون فرودگاه قدیمی بوده، در دوشاد تپه بیام فرود بیام. و هیچ نمیدونسته که دوشاد تپه ده ساختمان کردن، چیزهای چالی کردن، کارهای توش انجام دادن و دوشاد تپه جایگاهی نداره بتونه هواپیما فرود بیاد. هواپیما فرود میاد، میخوره به این چاله ها، آتش میگیره. همه اینا از بین رفتن، آتش گرفتن. فقط یه نفر که پیرمرد بود به اسم عدل، چون گویا دم در بوده پرتاب میشه، اون زخمی شده بود، اون زنده بود. بقیه همه از بین رفتن. اینجا آرامگاه ابدی استاد کریم سائی است. استاد کریم سائی بنیانگذار علوم جنگل در ایران هست، در عین اینکه تأسیس کرد سازمان جنگلبانی را در ایران، ابتدا به صورت دایره جنگلبانی در اداره کل فلاحت اون زمان و بعداً اداره جنگلبانی و سپس اداره کل جنگل‌ها و بعداً بنگاه جنگل ها ایران که همینطور ادامه یافت و گسترش پیدا کرد. مرحوم سائی در سال 1332 در یک سانحه هوایی از دنیا رفت. سائی یه بعد فوق‌العاده بود. برادر من سائی آدم عادی نبود. سایی کاملاً فوق‌العاده بود، از هر جهت. یک بیوگرافی از سایی، یکی دیگری تهیه کرده و آخرین حرفی که راجع به سایی زده این بوده که سایی نابغه‌ای کم نظیر بود. واقعاً این شایسته و بایسته مرحوم سایی. زنده یاد مهندس کریم سائی، به عنوان مظهر صداقت و امید، با سرشتی پاک و توانمندی وصف ناپذیر به خدمت مردم ایران شتافته بود. رفاه جامعه را در آسایش افراد آن و محترم شمردن حقوق انسانی می دانست و درخت و جنگل را هدیه ای خدایی و سازنده پیکر حیات برمی شمرد و این سخن بتهوون را مکرر بر زبان می‌راند: برای من درخت همانند یک انسان ارزش دارد.